دوستان عزیز، سوال شده که در تلفظ زبان آلمانی حرف R هستش یا R چجوری تلفظ بشه بهتر هستش، کدوم درستتر یا صحیحتر هستش. بگم درست و صحیحتری به اون صورت وجود نداره. این هستش که هم در زبان آلمانی R هستش رولندس R هستش، همین که R هستش که رخن R هستش. هر دوتاش در زبان آلمانی وجود داره، ولی غالب اون رخن R هستش که از R میادش، مثل قاف خودمون هستش. این رولندس R بیشتر در بایرن و به خصوص در فرانکن، قسمتی از بایرن هستش، تلفظ میشه. این هم ریشه در این هستش. ببینید، در زمانهای قدیم خب همه ار تلفظ میکردن، یعنی چیزی که خب همه انسانها دارن ار رو میتونن تلفظ کنن. حتی چینیان که ال میگن به جای ار، اونا هم ار داشتن از بچگیشون، ولی خب چون که استفاده نشده از بین رفته. در مورد آلمانی هم همینطور هستش. این ار در زمانهای قدیم وجود داشته و چون که زبان لاتین هستش و این زبان آلمانی از زبان رومی میاد، اون دی رومر همین ره هم دارن. خب این کی منسوخ شدش؟ این قرن 17 هم اینطورا بودش که یه دونه از لویه نمیدونم 14 هم 15 هم 16 هم بودش که در دربار فرانسه ایشون یک دونه اشکال زبان داشتش، نمیتونست، مشکل داشته، حتی انشپراخ فیلر گفت و نمیتونسته ار رو تلفظ بکنه، غ تلفظ میکرده، مشکل ایشون بوده. و چون که در دربار فرانسه مد بوده که همه چی رو از آدم از اشرافی ها بگیره تقلید بکنه، شروع کردن مردم فرانسه به خصوص پاریس به تلفظ ار، چون که اون آقا نمیتونستن. این ار رفتش تو تمام فرانسه رو گرفتش و بالاخره، و اینکه نفوذ فرانسه خیلی زیاد بودش در کشورهای همسایه به خصوص در اروپای میانه، یعنی آلمان و بلژیک و نمیدونم بگم حتی چند تا کشور اسکاندیناوی، این یواش یواش این پوزی که اشراف فرانسه داشتن یواش یواش وارد آلمان هم شد، این ار تبدیل شدش به ار. ولی خب از اونجایی که ایتالیایی ها خودشون براخره مادر زبان لاتین بودن دیگه، اون مردم گل یا اینکه دیگالیر همچنین قبولشون نداشتن، این ار وارد ایتالیا نشد، همینجور وارد اسپانیا هم نشد، همینجور وارد روسیه هم نشد، همینجور وارد شرق اروپا هم نشد. همه همون ار رو دارن، ولی این ور حالا این ار را افتادش. خب این در میگم از قرن 17 هم و 18 هم موقع یواش یواش اومدش آلمانی هم اخ اخ شدن. یک زمان استثناء وجود داشت، اونم زمان جنگ جهانی دوم بودش، موقعی که جناب هیتلر اومدن و اینا بیشتر بازار ار عمدن تلفظ میکردن، چون که ار کلینگ تنفخ کرفتیک، همچین جنگ جویانه هستش، ار ایسی بیسن وایش، و ایشون میخواسته چه میدونم به Arbeit macht frei, wir schießen seit 5:50 zurück. این مدلی هیتلر حرف میزدش واسه اینکه قدرت فاشیسم و این چیز جرمن رو نشون بده. البته میگن هیتلر در موقعی که پریوات صحبت میکرده ار میگفته، رفته اون این ار رو تمرین کرده بود واسه اینکه بتونه خلاصه دکوپوزی نشون بده. خب دمای اینا رو میخواستم بگم که هر دو وجود داره، هر دو هم ار وجود داره هم اغ وجود داره. حالا کدوم بیشتر توصیه میشه؟ توصیه این هستش که بیشتر اغ استفاده میشه، همون مثل قاف خودمون هستش یا رخن اغ هستش، چون که خب یه ذره شیکتر هستش. دس ار کلینگ بیسن پروونسیونل، یعنی همین بایرن و این چیزا میکنن زیاد. مثلا شما اگه میخواین اخبار بگین یا شغلی داشته باشین، شغلتون احتیاج به صداتون گویندگی باشه، این حرفا باشه، بهتر هستش که از اغ استفاده کنید، وگرنه شما عادت هستین ار بگین یا اغ بگین. بعضی موقع هم هستش مثلا چه میدونم یه ذره آدم زیاده روی هم نکنه، مثلا اسم شما هستش روزبه روحانی پور، خب نمیاد بگید، خوب نیستش بگید اسم هست روزبه روحانی پور، بخشید دیگه. یا اسمتون هستش
روشنک، بیان بگین مای نام هایز روشنک، روشنک مثل رویال، مثلا رویال بخواید بگید. این هستش که این نظر شخصی من هستش، هر جا دوست دارید راحت هستیم بگین ار، هر جا راحت نستیم بگین اغ بگین. مثلا چه میدونم روسا میگن چه میدونم روسیش روبل رولد، حال شما این در روسیش روبل رولد فرق چندانی نداره، ببینید چجوری راحت تر هستید. اگه صداتون و گویندگیتون رو به عنوان ابزار کار نمیخواید استفاده بکنید، چون که این اغ که اکثر شمال آلمان، غرب آلمان و هوخدوچ گفته میشه، بله این متداول تر هستش.